خواب بد دیدی؟ امید؟ از خستگی مادر. آره. تجربه های تلخ زندگی رو گاهی یه هم صحبت، یه هم کلام که شاید تو زندگی روزمره حتی به حسابشون هم نیاری، میتونه به یه تجربه قشنگ تبدیل کنه. پدر، شاید باورتون نشه، اما همون دوستم حسن میگه چون طول موجم فقط صداهای عاشقانه رو میگیره، دنیام رو دوست دارم. قصه زندگیش حرفای ساده و پرمعناست. از آتش گذشته ولی از دریا آرومتره. حرفاش تو شب 14 ماه طعم عشق رو به زندگی من آرزو برگردوند. بازم یه نامه دیگه؟ راستش با تنها کسی که میتونم راحت در مورد تردیدم صحبت کنم پدرم کاپیتان. اگر الان پدرت پرتو زنده بود، به خاطر داشتن پسری با پشتکار و جدیت تو احساس غرور میکرد. میخواستم از شما تشکر کنم که اجازه دادید بازم برگردم. نه نه، اگه کاری صورت گرفته به خاطر عشقیه که همسرت به تو داره و دوستت سینا. یعنی شما از من ناراحت نیستین؟ نه. گوش کن، اگر میبینی که من با سختگیریام موجب آزارت میشم، اگر میبینی که نگران زندگی خصوصی تو هم، برای اینه که دلم نمیخواد گذشته تلخ من واسه یه دریانورد عاشقی مثل تو دوباره تکرار بشه. من آدم تنهایی هستم، بی هیچ آشنا، بی هیچ وابستگی، بدون زن و بدون بچه، تنها. درست مثل امیدلند تو توی اقیانوس. و اگر میبینی که من به خاطر دینیه که به پدرم دارین؟ نه، این چه حرفیه میزنی؟ وقتی پدر تو پرتو صمیمیترین دوست من غرق شد، من هنوز در هرمز تو تبعید بودم. اما مادرم همیشه یه جور دیگه. حق با مادرته، اون درست میگه، چون اون میخواد از پرتو توی ذهن پسرش یه قهرمان بسازه. مادر تو از رابطه من و پرتو چیز زیادی نمیدونه، چون نفرت چشماشو کور کرد. پدرم همیشه میگفت نخ تنفر از تناب محبت محکم‌تره. و اون موقع تو تنها 6 داشتی، نه؟ درسته، من از پدرم خاطره خیلی روشنی ندارم، اما همیشه بهش وقتی فکر میکنم، وقتی به چهرهش، به اندامش، به لحن صداش، به نفوذ نگاهش، وقتی فکر میکنم، راستش بی اختیار یاد شما میفتم. کاش پدرم شبیه شما بود. برای دریانورد تنها و خسته و بی کسی مثل من، اینا نشونی های خوبی. تو هم مثل پسر من میبینی.
عزیزم، فقط به خاطر اینه که دلت براشون تنگ شده. آقا مالشامو که میدونی من چقدر خوابم واقعیه. عزیز من، خواب فقط یه خوابه، همین. واسه اینکه خیالت راحت بشه بیا یه تلفن بزن. بهنام جان، الان دیر وقته، اونا رو هم بی خودی نگران میکنی. تو رو خدا، من باید خیالم راحت بشه، خواهش میکنم. آقا من که دیروز باشون حرف زدم، حالشون خوب بود. فقط داری خودتو اذیت میکنی، بگی بخواب. مادر خواهش میکنم. از این را افتاد. گوشی رو برداری. مادر گوشی رو بردار. خدا گوشی رو بردار. چرا گوشی رو بر نمیدار؟ برای اینکه رفتن خونه خاله اسمت تا کله سهرم بر نمیگرده. آقا نصف شب که نمیرن خونه خاله اسمت. خب مادر از نصف شب که نرفتن، از سر شب رفتن. ببین آرزو، فردا صبح دوباره بهشون تلفن میکنی، گریه نکن. فردا صبح دوباره بهشون تلفن میکنیم، اگه نبودم بهنام میبرد شما. آره بهنام، تو رو خدا. آره بابا، من میبرم شما. همون از این خوابات. ببخشید مزاحم شما هم شدید. نه اتفاقا منم خیلی دلم تنگ شده بود. حتی عشق و علاقه هم نمیتونه مانع جدایی آدم هاشه. خدا میدونه پدر مادرم چقدر هم دیگر دوست دارم. آرزو، آرزو، آرزو با تو هم؟ بله. تعریف میکنی بابا و مامان چطوری با هم آشنا شدن؟ بنام واقعا الان حوصله ندارم. ببین نه تا از مدرسه که برمیگشته بابا شیر موقع که خیلی خوب خیلی خوب خودم تعریف میکنم. تعریف کن. هیچی بابا، پدرم هر روز بعد از مدرسهش شیر گاواشون رو میبره بقالی پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم. مادرم اون موقع 10-12 سالش بیشتر نبود. از اون طرف هم گاری پدرم یه قاطر چموش داشته. خلاصه هر وقت که پدرم میره بقالی تا این بره شیر گاواشون رو تحویل پدر بزرگم بده، مادرم هم افسار این قاطر چموشش رو میگرفته و مهارش میکرده. خلاصه این قضیه چند سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه هر دوتاشون بزرگ میشن. بعد یه روز پدرم تنهایی میره بقالی و به مادرم میگه یه اون قاطر چموشم رو مهار کردی، حالا باید دلم رو مهار کنی. مامان قسم میخوره میگه بابا گفته باید خودم رو مهار کن. ولی فکر کنم بابا درست میگفت، برای اینکه آخه کی میگه باید خودم رو مهار کن؟ حالا اون موقع چیز شده بوده، نمیدونم دست پاچه شده بوده یه چیزی همینجوری گفته. خلاصه تنها اختلاف پدر مادر من همین بود، سر همین. خسته نباشید، پست و تحویل سکند واردی میدم. کاپتان ببخشید، خسته نباشید. من پست و تحویل دادم، با من امری ندارید؟ متشکرم. پرتو؟ این نامه نوشتن برای پدرت و ریختنش توی دریا خیلی برای من جالبه. راستش کاپتان، بومیای کارائیب اعتقاد دارن اگر کسی رو دوست داری که تو دریا غرق شده، میتونی پیغامتو توسط ماهیا بهش برسونی. خب منم نامه ها رو پاره میکنم، میریزم تو دریا، ماهیا بخورم، به پدرم پیغامم برسونم. به هر حال ساعت خیلی قشنگی داری. قابل شما نداره، حف یادگاریه نمیتون تقدیم کنم. بایزه.
ماشین بابا نیست. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ آقا جان، مار جان، نکنه رفتن تهران. از یه آشنا باید سراغشون رو بگیری. هیچ که بخواهر نیسته. آقا جان، لیلا پروانه خانم، وای خاله میسه بسوت خاله آموزو آقا بردو لیلا میبرم آرکای سید. خبر داری؟ سلام آرزو جان، خوش مامایی. چرا توی؟ لیلا کیام رو حرف سندری؟ قریبه نی آرزویه. آرزو سلام خاله دختر، راگو ما گودی چی عجب اطرفا میدل شوره میمار زنه اوشون مغانه ایش که نیسته بو اشن کوی سید تیمار کوی سه میپر کوی سه بیمارستان رشت ارزو خاچه بیمیسر چی؟ بیمارستان؟ وای خدا مگه چی بوزده؟ آرزو جان نه ترس، آرزو جان تیماری تیبی چه ناخوش احوال بو همه اویه سیدی. سلام آقا جان. سلام آقا جان. سلام آقا جان. بیمار کنیسه این دکه ساله دو جوزی داشتی که بسری بکنی شما را که خبر بده؟ آرزو خواب بیده بوده نیده که هنوز نایمه داره تنگ شد رو میام؟ نه بابا دو سه بار زنگ میزنم تهران کسی جواب نمیده، یه خود عجیبه. حتما رفتن دنبال صدفهای شانس. آره همه امروز صبح زود. خب یه دفعه اتفاق افتاده دیگه، گمانم رفتن شما، چون تمام خونه زندگیشون رو سپردن دست منو رفتن. بله حتما دیگه، چون پسرشون هم از این موضوع بیخبره. بله اطاعت. چشم اطاعت، تماس میگیرم. چشم، خداحافظتون. الو. بله به 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 خاله از کجا مطمئن شم که خودتی؟ آقای آجولو من امیدم، امید پرتو، پسر فروخ خانوم، همسایه طبقه سوم شما. شناختید منو؟ خب اگه با مادرتون کار دارین چرا به من تلفن کردی؟ راستش دو سه بار تماس گرفتم کسی خونه نبود، نگرانشم گفتم با شما صحبت کنم. خب شاید مکالممون رو استراق سم کنه، من نمیتونم زیاد حرف بزنم دیگه. خواهش میکنم، یعنی کی ممکنه صحبتهای ما رو گوش کنه؟ صحبتهای ما به درد کسی نمیخوره. دوزا، جانیا، تا بشو من همسایه رفتن شما بیام واسه دوزی. متشکرم، من جواب گرفتم. آیا آجولو شما نفهمیدیم الو شما نفهمیدین برای چی رفتن شمال؟ چی؟ شمال؟ من کی گفتم رفتن شمال؟ الو واسه چی رفتن شمال؟ همه با زحمت آخر تی کاره بکودی مردی. من ترا قسم ندابو مار جان، آقا جانم من خبر نکد که من خودم خواب بیدم. میدل شور زایی مار جان، تو نبتی خواب ده این امره زایی که بو خو خوابان همه کسی تعریف کدی. حسد دادم خونه خوشی از خوزکان قایه میکنه مار جان. آخه چیزی نبا کی زایی
اسمت و برزو و لیلا که های ایسا بید تی آقا جنم که از اول های ایسا بود. من شب پیش تو میمونم مادر. بیده ای بیده ای همه کسی ری مزاهم بوستم همه از کار و زندگی تا بدم. چه بخوایی چه نخوایی امشب تو بر جایستم. آه من از خدا خیم زای از خدا خیم بسی آقا جنم ایبچه حسودی ببینه از اگه اتو بازو پروانا خانم من امیمشه می گلو پسر هم را خلوت کنم هم به اون در ببیشیم زای جان ببیشیم. سرطان خون؟ متاسفانه دیر مراجعه کردم به بدبختانه از نوی بدخیمش هم است. فکر نمی کنین امکانات تهران بهتر باشه؟ مطمئن باشید قد امید کردین از بیمار برایمون عادت نشده هر بارش در نک و سنگینه. شما حق دارید هر کاری که برای بیمارتون میخواین انجام بدین. سلام مادر، امیدم. چی شده؟ سلام مادر. متاسفانه مجبورم یه خبری بهت بدم. حال مادر آرزو اصلا خوب نیست. خب می آوردینش تهران؟ همین کارو کردیم. الان همه بیمارستان هستن. من خونه موندم که به تو خبر بدم. هیچ امیدی نیست. این آرزو هم می دونه؟ کسی بهش چیزی نگفته. خودش خواب دیده. دیشب تا صبح بالا سرش بیدار نشسته. نمیخواست به تو خبر بدیم که مجبور بشی بیایی. اما خودش داره آب میشه. سعی خودت بکن که یه مرخصی بگیری و بیایی. میترسم فرصت دیدار مجدد نباشه. باشه سعی خودم میکنم. باید با کاپیتان صحبت کنم. سعی خود تو بکن ولی ازش خواهش نکن. هیچ وقت. خداحافظ. خداحافظ مادر. من واقعا متاسفم. میدونی که امکان نداره. به خصوص که تو نسبت درجه یکی با اون نداری. مرد دریا غم و غصه‌شو با دریا قسمت میکنه. این جدیت کار ماست. در یک لحظه تصمیم میگیری بعد به دریا خیره میشی اون وقت میبینی که خودت و تصمیمت چقدر کوچکه. ای کاش میشد این دم آخری چند روزی برم پیششون. کاش که یه نفر دیگر مثل خودم آواره و سرگردون نمیکردم. چی شد آقای پروفسور؟ فقط دیگه به خواسته هاش باید عمل کنید. همین. یعنی هیچ راه امیدی نیست آقای پروفسور؟ متاسفم. این روزهای آخر رو سعی کنید اونجوری که دلش میخواد زندگی بکنه، راحت بشه. یا امام رضا، همش میگه برگردیم شمال. پس معطلش نکنین، حتما این کار رو بکنین. بذارین راحت بشه، آرام بشه، با اجازهتون. آقا جان، خیلی سخته پسر. خیلی سخته. Thank you.
پروانه بیا، اینا منظرت. میخوام پامو بندازم تو آب. ما در آب سرده، سردتون میشه. میخوام سردم بشه. دختر رو کمکش کنی. خیلی بهتون زحمت داده محمود آقا، خیلی زحمت کشیدی. دستت درد نکنه. این حرفا چیه خانم؟ یه ذره بیشتر غریبی کن. یه ذره بیشتر غریبی کن. هیچ وقت محبتت فراموش نمی کنه. بالاخره نفهمیدیم چی مهار شد. خب قلب منو مهار کرده بود دیگه پسر. قلبم دلتونو یا خودتونو؟ هرچی تو بگی. نه هرچی تو بگی. من که هیچی یادم نیست، هرچی شنیدی همون درست. من درست نشنیدم، یعنی صدای قلبم نزش که بشنم. ولی این رو که هیچ وقت به من نگفته بودی. خیلی چیزها رو به این نگفته بودم، یعنی خجالت میکشیدم بهت بگم، یعنی مهلت نشد بهت بگم. وقتی آرزو به دنیا آمد، بعد از اون همه درد شیرین میخواستم بهت بگم، ولی مهلت نشد. وقتی بینا بچه بود ازتم میسوخت و نگاه مهربان تو دو دو میزد، میخواستم بهت بگم، ولی بازم مهلت نشد. وقتی از جنگل برمیگشتی بعد اون همه جون کندن، جنازت می اومد خونه، میخواستم بهت بگم، ولی مهلت نشد. ولی من با تو خوشبخت بودم محمود، خوشبخت و خوشحال بودم. حالا دیگه موقع رفتنه، دیگه موقع خداحافظی کردنه. حالا دیگه میتونم بهت بگم، حالا دیگه مثل موقعی که ازم خواستگاری کردی صدای قلبم رو بازم دارم میشنوم. حالا دیگه میتونم بهت بگم دوباره دارم عاشقت میشم. پروانه ای کاری پروانه. دیگه نمیشه، دیگه هیچ وقت نمیشه. نگاه کن به این برکه، ببین چقدر عظیمه. هر کسی سهم خودشو میتونه بگیره. منم دارم سهم خودم میگیرم میرم. آرمانه من بدون تو
این راه ساخت چجوری تحمل بکنم پروان؟ چجوری تحمل بکنم پروان؟ میدونم محمود، میدونم تنها موندن سخت‌تر از تنها رفتنه. میخوام پامو بذارم تو آب محمود، کمکم کن پامو بذارم تو آب. پروانه با پدرت خلوت کردی؟ به این عظمت آبی نگاه کن، والاتر از اونه که بخوایم جدایی هامونو به گردن اون بندازیم. شما غیر مستقیم چیز میخوام به من بگیم؟ نه، میخوام بگم که تصور نکن که این دریا بود که نذاشت تو بری. برام خبر بد دارین درسته؟ بله، و متاسفانه هیچ وقت پیام آور خوبی نبودم. ما باید برگردیم شمال. برگردیم؟ من با شما؟ مرگ مثل سایه به آدم نزدیکه، حتی نزدیکتر از سایه. تا وقتی نیومده باورش نداری، وقتی که اومد میبینی که همیشه اونجا بوده. تو باید صبور باشی آرزو. امید چرا نیومد؟ من بهش احتیاج دارم. به خاطر موافقت با اومدنش مجبور شدم با اون کاپیتان مهراب خودخواه مستبد رو بندازم. گمونم الان در راه اومدن اینجا باشن و تا قبل از اومدنشون من باید برگردم. کاپیتان، چرا نخواستین تو تهران یه توقف داشته باشیم؟ خب
خاطرات بد همیشه با آدم میمونه. یاد آوردن خاطرات تلخ خیلی دردناکه. با تهران این شهر شلوغ برای من پر از خاطرات تلخ و دردناک. تعاملشو نداشتم. بالاخره وسوسه اومدن با من شما رو از دریا دورتون کرد. و به این دریا نزدیکتر. این بار دومه. کاپیتان، فقط وسوسه باعث شد که با من بیاین؟ شایدم یه بهانه. صبر کنی بهتون جا. کاپیتان لطف کردن تشریف آوردن. خیلی خوش اومدی. تو خونه همیشه صحبت شماست. لطف کرد. نمیتونستم نیام. فقط ما به هیچ مراسمی نرسیدیم. باید ببخشید تو بد چرتو بودیم. وسط دریا. قرار بود گردن دریا نندازی. بگو تقدیر. بله. باید بگم تردیر. آقا جون و آرزو کجا؟ آرزو که همه از چشم انتظار تو بود. آقا جونم تو این یه هفته اندازه 10 سال پیر شد. میبینم پیش آرزو ببخشید. امیدوارم غم آخرتون باشه. میبخشی به قدر دیر بسید. آرزو، آرزو چرا اینقدر دیر امید؟ متاسفم، منو ببخش. بس مادرم کن. بار بیشتر نگاش کرده. فکر کنم یه مدت باید آقا جون از این محل دور بشه. واسه آرزو هم خوب نیست. بهتر فردا همه برگردیم تهران خونه. پیشنهاد خوبیه. به نظر منم آرزو هر چی از این محل دور باشه بهتر. خوبه. آجان خوبه؟ فردا بشیم؟ آجان خوبه فردا بشیم؟ بابا جون شما موافقی؟ گشی فردا بشیم تهران. حالا کتا فردا راستی تو هوایی تی خاخبور هیچ داری پسا جان؟ بهنا باید ببریمش. ولی من مطمئنم که اون تهران نمیاد. مطمئنم. چرا؟ تو بهتره به زنت برسی. آرزو برگردیم خونه؟
صبح زود چه گودن داری؟ دست فده من ایشکنه تی دست دار نکنه پسر جان بالاخره بریشتی تو تنبال سرای شاه عباسیم که آقا دی نخوزید پسر جان بابا جون خیلی خوشحالم که دوباره زندگی رو از سر گرفتی دست شما دارم بالاخره با ما نمیای تهرون کاپتان نیست نگفتم نگفتم آقا محمود تهران بیا نیست درست آقای کاپیتان درست باغچه همسرم پروانه نباید خوش باشه یک عمر اون این کارها رو میکرد حالا نوبت من ولی من پیش شما میمونم بسر جان دست همسرت بگی ببر تهران ببر خوشبختش کن تنها آرزوی مادر زنت این بود که دخترش خوشبخت بشه دستشو بگی بابا آخه شما اینجا تنهایی چی کار کنی؟ من تنهایی هم؟ نه پسر جان نه جا جای این خانه پر از خاطره مادرت پروانه است من با خاطراتش باشم تنها چیزی که برای آدم میمونه فقط خاطره اون نمیاد تهران اینطوری براش بهتره میدونی تنها چیز با ارزشی که برای آدم میمونه خاطره است بهتره ما بریم من برم جمع و جور کنم وسوسه است یا بازم بهانه نه یه کنجکاویه فقط همین یک ساعت و ده دقیقه تأخیر تصادف کردید؟ سلام معرفی میکنم آقای آجرلو از همسایه‌های نیک ما هستم سلام علیکم خیلی خوشوقتم سلام کاپیتان شما بدون لباس فرم از کجا فهمیدید من کاپیتانم؟ خب خودتون اعتراف کردید البته خدمتتون عرض کنم که آقای آجرلو از مفتش‌های قدیم تأمینات هستن هنوزم از مفتشین تأمینات هستن خب این چابلوسی ها مانع نمیشه که شما علت تأخیرتون رو اعلام نکنید دست شما درد نکنه ماشین صحیح و سالم خدمت شماست مطمئن خب پس بفرمایید در ضمن خدمتتون بگم مادرتون خونه نیستا رفتن سر کار
بالاخره اومدین. محمود آقا هم با خوده. فروغ پرتو؟ پرتو؟ خب تو هم زندگی خودت داشتی دریایی. برو قبل از اینکه امید بیاد برو. برو به خاطر خدا نذار همه چیز دوباره خراب بشه. چی شد مادر؟ کاپتان کجا رفتن؟ تو نباید اونو میآوردی اینجا. چرا؟ کاپتان من میخواستم ازشون خواهش کردم که نهار با هم بخوریم. اون حتی اسمش هم به تو دروغ گفته. شما چیزی رو میدونید که نمیخواد به من بگید؟ اون به خاطر یه حسادت عاشقانه پدر تو از سر راهش برداشت. حسادت؟ دیگه نمیخوام ببینمش. هیچ وقت. هیچ وقت نمیخوام ببینمش. مادر. میرم